ورزش صحت است، پس کوشش کنید صحتمند بمانید. سلام بیننده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های ورزشی با من اسدالله ملکپور از تلویزیون بامیان خوش آمدید. امروز در یکی دیگر از ورزشگاه های ولایت بامیان آمدیم که ببینیم جوانای بامیانی کدام ورزش را انجام می دهد. پیش روی عکس رهبر شهید وحدت ملی استاد شدیم، بسیار با قامت رسا پیش سر ما عکسشان است. استاد قاسم علی محبی، استاد کلاب رزمی تیم ما را در پهلوی خود داریم، بیشتر با خوشان معرفی میشیم. سلام استاد، در ضمن معرفی بگوین که چند سال میشه تمرین میکنین و چی مدت میشه کلاب را اندازی کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد قاسم علی محبی هستم، نماینده فدراسیون هنرهای رزمی تیم ما در ولایت بامیان، مسئول کلاب ورزشی موعود. مدت ای سال میشه که مربیگری میکنم در رشته های مختلف، رشته نیو فول کانتاکشن کتای و فری فایت و فدراسیون هنرهای رزمی تیب ما. مدت 4 سال میشه فقط نماینده فدراسیون هنرهای رزمی تیب ما در ولایت بامیان هستم و با ورزشکارای عزیز خود و بامیانیای عزیز. تشکر استاد. بفرمایید خدا شما چند سال میشه که با ورزش رو آوردین و چطوری رشته تیب ما رو انتخاب کردین؟ ما مدت
ده سال یا بیشتر یا کمتر میشه که با ورزش روی آوردیم و تمرین میکنیم، رشته های مختلف را تمرین کردیم و مدت 4 سال میشه یا کم و بیش با فدراسیون هنرهای رزمی تیب ما آمدیم و با این فدراسیون این علاقه را دارم، چون که رشته ای هسته مانند دیگه فدراسیون ها نیست، شاید خوب باشه اما این رشته فدراسیون هنرهای رزمی تیب ما که هست بنیانگذارش افغانیست و رشته ای هسته که داخل افغانستان و مردم افغانستان را بنیانگذاری کرده و این رشته از خود مردم افغانستان است. ما به این از خاطر که از وطن ماست علاقه خاصی به رزی پیدا کردیم و نماینده ازی در بامیان شدیم. شما علاقه مندی جوانه بامیانی را در ورزش و خصوصا این رشته تیب ما چگونه میبینید؟ ورزش جوانایی که در کنار ما هسته، ما دو تایم در بامیان در همین کلاب ورزشی موعود فعالیت داریم و یک کلاب دیگر در پنجاب داریم. این علاقه مندی زیاد جوانان بامیان به می رشته فدراسیون هنرهای رزمی تیب ما داره، چون که اکثریت جوانا را ما که سوال کردیم و یا ای که در کلاب ما آمده پیش ما تمرین میکنه به عنوان یک شاگرد و به عنوان یک ورزشکار بامیانی، اینا علاقه خوب نشان داده از خود. چرا به چی اساس سوال جافتر برای دیگرها ایجاد میشه و به چی اساسی رشته را انتخاب کرده؟ از خاطر که ما از جزء خاک افغانستان و یکی از جوانان افغانستان هستیم، علاقه خاصی برای رشته وطن خود داریم. هر فدراسیونی که باشه ما احترام به ورزش افغانستان، احترام به رشته خود داریم. تشکر استاد. خب بیننده های عزیز، امشب ورزشکارا طبق تقسیم اوقاتشان برنامه لابزنی داره. ما آمدیم اما لباس ورزشی نوردیم، ببینم که با این لباس میتونم لاب بزنم. دیدین که لاب زدیم، ما چون لباس ورزشی نداشتم لابم زدن نتونستم و قدر تمرین هم نکردم، معذرت ما رو پذیرا باشین. خب استاد ماشاءالله بسیار بلند تایت داره، بسیار هم تو تایت لاب میزدن. خب استاد بفرمایین، آیا قهرمانی هم دارین؟ مسابقات خارجی داشتین؟ پیش از اینکه ما در سوال شما چی کنیم، یک شعر یادم آمد، این شعر رو بخونم. ورزش بهار و صحت، گلباغ زندگانی است، ورزشکاران بامیان به تاریخ مشهور و جاودانی است. بله چرا نه، طبعا یک ورزشکار ورزش بکنه برای صحتمندی هم کار میکنه، برای از اینکه
نام وطن خود بیرق سرنگ افغانستان بلند کنه، پرچم خود. ما در سال 94 مسابقه کردیم و تیم ملی ازبکستان، تیم ملی رو دارم در وزن 63 کیلو. دیگه چندین بار مسابقه های دیگه کردیم در تلویزیون سی اسپورت و در کابل و بامیان همی و سایر ولایت ها مسابقه کردیم. بله قهرمانی هم دارم. فعلا عضویت تیم ملی رو هم دارین استاد؟ عضویت تیم ملی رو دارم. خب اینجا شاگردا چطور مدال از بیرون از بامیان خارج از کشور آوردن نآوردن؟ بسیار یک سوال خوبی را پرسان کردین. ما از خارج از بامیان از مرکز کابل مدال داریم و ورزشکارای کلاب ورزشی موعود مدال آورده و دو تا از جوانان ما عضویت تیم ملی رو هم داره در کنار خود ما. یک سوال دیگر بسیار ما را هم خوشحال ساخت و هم جگرخون. متاسفانه دولتی که بی‌کفایت بگویم یا اشخاص مریض در رأس تربیت بدنی است، ما مسابقه بیرون مرزی هیچ نداشتیم. متاسفانه یک مسابقه آماده بود، متاسفانه با سمت و سمتگرایی تعصبات قومی در افغانستان ما نتونستیم به عنوان یک ورزشکار بامیانی از بامیان بریم بیرون مرزی مسابقه بکنیم و مدال بریم و ثبت بسازیم. مردم بامیان هم ورزشکار داره و مدال آور است. متاسفانه دولت مرکزی و محلی، مرکزی از مرکز رئیس جمهور و سایر ارگان ها هیچ گونه تلاش به ورزش افغانستان و جوانان نداره. یک مثال میزنه، میگه جوان یعنی قلب جهان. متاسفانه هیچ گونه همکاری در ورزش و در سنفای ورزش نداره. حکومت محلی، والیس یا آمریت ورزشی هیچ گونه تلاش و سیلی در راستای ورزش نداشته. لذا ما ورزشکارای بامیانی از پول شخصی خود کلاب ساختیم و جوانان ما از پول شخصی خود می تمرین میزنه و عرق میرزانه از اینکه در برن در مواد مخدر رو برن ورزش میکنه. ما بسیار خوشحال هستیم. خب عزیزای دل، پالی یکی از جوانای ورزشکار هستیم، کلاب کار میکنن بسیار هم تو. خب میخواییم باش صحبت بکنیم. سلام دوست عزیز. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایین در زمین معرفی چند سال میشه تمرین کردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد مختار حسینی هستم، یکی از شاگردان کلاب ورزشی موعود بخش تیپ ما. مدت دو سال میشه که تمرین میکنم. تشکر. دوست عزیز، چرا تیپ ما را انتخاب کردی؟ چرا دیگه رشته ورزش انتخاب نکردی؟ تیپ ما را به خاطر انتخاب کردیم که یک رشته افغانی، رشته خود ما است، بنیانگذارش افغانی است، استاد رسول رضایی. باز هم خاطر هم رشته را انتخاب کردیم. تشکر. چند سال میشه تمرین کردی و چی دستاورد داری؟ دو سال میشه تمرین کردیم، دو مدال آوردیم، یک مدال طلا یک تا نقره. بسیار عالی. بیننده عزیز، ای جوان هم تو بسیار چسب معلوم میشه هم تو تایت. خب چی گفتنی داری برای جوانایی که ورزش نمیکنن؟ برای جوانایی که ورزش نمیکنن باید بیاید در ورزش رو بیاره، به خاطر از دخانیات، سیگریت، چرس، پودر از یاد دوری کنه. ورزش برای صحت و سلامتی بدن بسیار مفید است. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بیننده های تلویزیون بامیان. مختار عزیزی هستم، یک تن از ورزشکاران بخش تیپ ما در کلاب ورزشی تیپ ما پیش استاد قاسم علی محبی.
در بخش مشکلات جوانان و ورزشکاران ولایت بامیان اگر بسنجیم مشکلات زیاد ما ورزشکارا دست پنجه نرم میکنیم، بلخصوص یکی از این که مکان مناسب ما نداریم که گونه درست تمرین بکنیم و یکی که حمایت از حکومت محلی را ما همراه خود نداریم بدبختانه، و در قسمت جای و بعضی مشکلات ها زیاد هست در قسمت ورزشکارا. کسایی که معتاد هستن خواست در جامعه ما فعلا بدبختانه زیاد رو به معتاد و مواد مخدر آوردن. گفتنی ما برای آنها این است که به ورزش رو بیارن و جامعه ای که ورزشکار داشته باشن یا به ورزش رو آورده باشن یک جامعه سالم صحتمند. از کسانی که ورزش میکنن به دور از امراض و هر گونه فاجعه ای در جامعه باشن اونا هستن. تشکر که تا این دم برنامه ما را بیننده بودین. بیننده های عزیز، باز هم توصیه میکنم که ورزش زمینه سلامتی بدن انسان است. تا یک برنامه ورزشی دیگر با من اسدالله ملک پور از یکی ورزشگاه های دیگر ولایت بامیان شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. الله نگهدار.